خب بچه ها شروع کنیم. سلام مجدد، امیدوارم که خسته که نمیشه کسی از کلاس فیزیک، ولی خب اگر هم بوده خستگی در رفته باشه و بریم سراغ ادامه درس که بسیار 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 جذابه. آقا من خیلی با ادامه جزوه حال میکنم، یعنی این تیکه ادامهشو خیلی دوست دارم. ببینید، اول ببینید، من به شما گفتم روش هایی که به صورت تستی به شما میگم مفهومیه، یعنی الکی یه چیزی از خودمون در نیاوردیم. الان میخوام تصاعد به درس بدم. تصاعد مال ریاضیه دیگه، تصاعد یه علم دیگه. من میخوام یه علمی رو از ریاضی استفاده بکنم تو فیزیک به جواب برسیم بدون فرمول. داستان تصاعد اینه، 1, 3, 5, 7, 9, 11 اینا تصاعدن دیگه، بهش میگن تصاعد حسابی. اون تصاعد حسابی که در ریاضی میخونین در فیزیک الان خیلی کاربرد داره. 1, 3, 5, 7, 9, 11 داره چند تا چند تا زیاد میشه. 1, 3, 5, 7, 9 داره چند تا چند تا زیاد، دو تا. به این دوه چی میگیم؟ به دو چی میگیم؟ به دو میگیم باریکلا نیلا، میگیم قدر نسبت. اون مقدار ثابت و مشخصی که به اعداد ما اضافه میشود قدر نسبت گفته میشه. پس این 1, 3, 5, 7, 9, 11 اینا میشن قدر نسبت. آقا 5, 10, 15, 20, 25 این هم تصاعد حسابیه. 5 تا 5 تا داره زیاد میشه، اینو بهش میگن باز قدر نسبتش 5. آقا قدر نسبت میتونه منفی باشه؟ بله میتونه منفی باشه، باری کله بهتون. مثلا 20, 18, 16 که داره دوتا کم میشه، اینم میشه چی؟ یه تصاعد، منتها قدر نسبتش منفی 2، پس میتونه حتی منفی هم باش. حالا در اینا چه ربطی به فیزیک داره؟ در فیزیک مسافت هایی که متحرک طی میکنه تشکیل یک تصاعد میدن در حرکت شتاب ثابت رو خط راست. مثلا اگر یک متحرکی در 5 ثانیه اول 10 متر بره، در 5 ثانیه دوم 15، 5 ثانیه سوم 20، 5 ثانیه بعدی 25، 30، یعنی تصاعدی عددش تغییر میکنه. یعنی به ازای بازه‌های زمانی مساوی، یعنی 5 ثانیه 5 ثانیه 5 ثانیه، یعنی 3 ثانیه 3 ثانیه 3 ثانیه، به ازای بازه‌های زمانی مساوی جابجایی‌های متحرک ما، اعدادش تصاعدی تغییر میکنه. قدر نسبتش آتی دوه. قدر نسبتش آتی دوه. آ چیه؟ آ میشه شتاب. این آتی دو. آ میشه شتاب. تی میشه تقسیم بندی زمانی. مثلا آقا جان یه متحرکی در 5 ثانیه اول 20 متر رفته، در 5 ثانیه دوم 25 متر رفته. این 5 ثانیه اولش 20 متر بوده، 5 ثانیه دومش 25 متر بوده. چند متر زیاد شد؟ 5 متر. 5 متر. پس 5 ثانیه اولش 20 متره، 5 ثانیه دومش 25 متره. الان 5 ثانیه اول به 5 ثانیه دوم چقدر زیاد شد؟ 5 تا زیاد شد. این 5 ما بهش میگیم قدر نسبت. این میشه قدر نسبت تصاعد ما. یعنی 5 ثانیه سومش اگر یه کسی بخواد بدونه قطعاً 30 متره داره تصاعدی زیاد میشه. یعنی 5 ثانیه چهارمش میشه 35 متر و همینجوری میتونی ادامه بدی. اعداد تصاعدی دارن تغییر میکنن. حالا من میگم از 5 ثانیه اول تا 5 ثانیه دوم از 20 رسیده به 25، یعنی آتی دو 5. 5 رو شما میتونی مساوی با آتی دو قرار بدی.
5 تا زیاد شده دیگه، 5 تا زیاد شده، یعنی آتی 2 شده 5. خب آتی 2 شده 5. حالا به جای تی چی بذاریم؟ 5 ثانیه اول، 5 ثانیه دوم، یعنی زمانها تقسیم بندیش 5 ثانیه ایه، به جای تی 5 بذار، میشه آ ضرب در 5 به توان 2 برابر است با 5. پس آ میشود 5 تقسیم بر 5 به توان 2 چنده؟ 25. میشه 1/5. اینجوری شتاب به دست. یکی میاد میگه که آقا خوب نفهمیدم، میشه بازم مثال بزنی؟ بله، اینقدر مثال میزنم همتون بفهمید، مگه دست خودتونه؟ همه باید بفهمن. ببین اینجا رو ببین، 3 ثانیه صدم 3 ثانیه 101 3 ثانیه صدم 3 ثانیه 101. باز دو تا 3 ثانیه متوالیه دیگه، 3 ثانیه صدم 3 ثانیه 101. اینجا اومده مثلا 100 متر رفته، اینجا 109 متر رفته. بریزید تو صفحه چت به من بگید چتابش شنده، بریزید تو صفحه چت. آری کلا نیلا، باری کلا نازنین، اصل بیا، همه بیان جواب بدن. هاشم داری اشتباه میکنی؟ نیلوفر عالیه. ده هزار یه داریم. آفرین آقا. الان از 100 تا 109 چند تا زیاد شده؟ 9 تا. اینو میگیری آتی 2، یعنی آ ضرب در حالا تی چنده؟ 3 ثانیه صدم 3 ثانیه 101، یعنی بازای زمانیمون 3 ثانیه ایه. 3 تا 3 تا آ میشه 1. اینجوری میشه که شتابش 1 میشه. خب بچه همه گرفتین؟ اگه کسی تصاعدو گرفته، اونایی که تصاعدو گرفتن عدد 1 رو بفرستن بیاد. باریکلا کلاس اکتیو درجه 1. اتومبیلی با سرعت 10 متر بر ثانیه در حال حرکت رو خط راسته. راننده اتومبیل ناگهان ترمز میگیره، سرعت اتومبیل با شتاب ثابت کم میشه. اگر سرعت در هر ثانیه 2.5 متر بر ثانیه کاهش یابد، هر ثانیه 2.5 تا کم شه، پس از چند ثانیه متوقف میشه. بچه ها این سوال دیگه زیادی الان آسون شد دیگه، با این چیزایی که بهتون دست دادم دیگه خیلی آب خوردن شده. احتمال اینکه این سوال تو کنکور بیاد صفره. خیلی آسونه. بقیه سوالا نه، میتونن تو کنکور بیان. این یه دونه استثناء خیلی دیگه آسونه. همتون هم بلدین حل کنین. ببینید وی صفرش چنده؟ 10. حالا قراره تو هر ثانیه 2.5 تا کم شه. پس میشه چی؟ 7.5. 5 2.5 0. 2.5 تا 2.5 تا کم کن دیگه. 10 7.5 5 2.5 0. شد چند ثانیه؟ 4 ثانیه. 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه، 4 ثانیه. اوکیه. خب سوال 10 میگه متحرکی با شتاب ثابت و سرعت اولیه وی صفر در 2 ثانیه اول حرکت خودش 13 متر، 2 ثانیه دومش هم 25 متر رو طی میکنه، شتابش چقدره؟ بچه ها وقتی ما میبینیم 2 ثانیه اول و 2 ثانیه دوم
سریعا یاد تصاعد میفتیم. ببینم جواباتونو. وای چقدر خوبین شما، عالی هستین. ببین دو ثانیه اول، دو ثانیه دوم، اینجا 13 متر، اینجا 25 متر. میگه شتاب. میگم برین، اگه من این دوتا رو الان هم کم بکنم اختلاف 25 و 13 رو میشه مساوی با آتی دو قرار داد، یعنی 25 منهای 13 میشه 12 رو مساوی با آتی دو قرار بدم، یعنی 12 مساوی با آ ضرب در تی چند دو ثانیه، دو ثانیه دو ثانیه تقسیم بندی شده، نه دو بوده توان دو میشه 4 دیگه، دوباره توان دو نمیخواد. خب بعد آ در میاد چند؟ آ در میاد 3. آ در میاد 3. خب بریم سراغ سوال 11. سوال 11 میگه متحرکی با شتاب 2 رو خط راست بدون تغییر جهت در حال حرکت، اگه متحرک در 3 ثانیه دوم 10 متر جابجا شه، در 3 ثانیه دهم چند متر جابجا میشه؟ من قبل از اینکه این سوال رو حل کنم یه سری پیش نیازهایی رو بهتون یاد بدم. ببینید دارم تصاعد درس میدم بچه ها، دارم تصاعد ریاضی به شما درس میدم، تصاعد حسابی. بچه تصاعد حسابی ما فرض کن اعدادش اینا باشه، x1 و x2 و x3 و x4 و xn. بچه ها به هر کدوم از این اعداد تصاعد حسابی چی میگن؟ اسمش در ریاضی چیه؟ هر عدد اسمش چیه؟ بچه ها بشینین دیگه، هی داره تعداد میره بالا میاد پایین، بشینین یه جا بذارین من کلامی که میگم قشنگ بره تو مغزتون. هر کدوم از این، آفرین آفرین، جمله جمله، اینا رو بهش میگن چی؟ جمله جمله. این میشه جمله اول، این میشه جمله دوم، این میشه چی؟ جمله انوم. خب الان x2 میشه x1 که به اضافه d، یعنی چی؟ یعنی از جمله اول به جمله دوم میخوای برسی یه دونه d بعد بهش اضافه کنی، یعنی یه دونه چی بعد اضافه کنی؟ قدر نسبت بعد اضافه بکنی. از جمله دوم به جمله سوم میخوای برسی دوباره باید یه دونه دی اضافه بکنی. حالا اگه از اول بخوای به سوم برسی چی؟ x3 از x1 یه دونه دی و یه دونه دی دیگه اضافه میکنی تا برسی به x3، یعنی به x1 ما دو تا دی اضافه بشه میشه x3، پس x3 میشه x1 به اضافه دو تا دی، x3 میشه x1 به اضافه دو تا دی. گرفتین؟ حالا xn میشه x1 به اضافه n منهای 1 دی، اختلافشون رو ضرب در دی میکنی. مثلا x10 میشه x4 به اضافه، آقا اختلاف جمله دهم جمله چهارم چند تا؟ 6، 6 دی. حالا در فیزیک، آفرین، در فیزیک ما دی نمیگیم، ما دی نمیگیم، قدر نسبت تصاعد ما در فیزیک آتی دو هستش، به جای این دیا باید بگیم آتی دو، باید به این بگیم آتی دو. خب مثلا در فیزیک جا به جایی در مثلا تی ثانیه چه میدونم دهم میشه جا به جایی در تی ثانیه دوم به اضافه دهم منهای دو کن، بعد به جای اینکه ضرب در دی کنی ضرب در آتی دو میکنی، ضرب در آتی دو.
مثلا فرض کن این، فرض کن این چیه؟ این تیکه x1ه، این تیکه x2ه، این تیکه x3ه، این تیکه x4ه، این تیکه x5ه. تو از دو میخوای به 5 برسی، بعد بیا اینجا یه دونه آتی دو اضافه کنی، دوباره یه آتی دو دیگه اضافه کنی، قدر نسبت تو آتی دو، دوباره یه دونه آتی دو دیگه اضافه بکنی. حالا به جایی که دونه دونه اضافه کنی، میتونی بگی آقا 5 و 2 اختلاف 5 و 2 چند تاست؟ 3 تا. پس بیا بگم x5 میشه x2، اختلاف 5 و 2 چند تاست؟ 3 تا. پس 3 تا آتی 2 اضافه میکنم. این اصلا ریاضی بود داشتم درس میدم، اصلا فیزیک درس ندادم. آقا پس اگر من در فیزیک دارم به شما روش بدون فرمول یاد میدم، یعنی دقیقا دارم از مفاهیم استفاده میکنم، مفهومیه. بعضیا یه چیزی رو اشتباه میفهمن، فکر میکنن کتاب درسی مفهومی توضیح میده. کتاب درسی اتفاقا سخت توضیح میده، اصلا مفهومی نی. کتاب درسی فرمولیه، خشک، حفظی، زشته. برای همین همه مردم دنیا نسبت به فیزیک حس خوبی ندارن، چون فیزیکو اون مدلی شیرین یاد نمیگیرن، اون زشته، خشکه. اما اگه یه سری مفاهیم کاربردی آدم از توی درس فیزیک در بیاره، اونا رو یاد بگیره، چون حفظ نکرده و فهمیده اینا از کجا اومدن، خیلی زودتر و سریعتر به جواب میرسه و تو سوالها هم کمتر گیر میکنین. انواع اون که رو مفهوم مسلط باشه، همه مدلای مختلف رو میتونه حل بکنه. الان اینجا گفتیم متحرکی با شتاب ثابت دو، با شتاب ثابت دو بدون تغییر جهت، یعنی فقط داره میره جلو در حال حرکت، اگه متحرک در 3 ثانیه دوم 10 متر جابجا شه، در 3 ثانیه دهم چند متر جابجا میشه؟ آقا 3 ثانیه دوم رو میتونی بگیری جمله دوم تصاعد، بگیری x2. 3 ثانیه دهم رو بگیری جمله دهم تصاعد، یعنی x10. خب حالا الان بعد بیام بگم x10 میشه x2 به اضافه، بگو چند تا که من کیف کنم، به اضافه چند تا. باری کلا ملیکا جواب آخر سری در آورد. 8 تا اختلاف جمله دوم دوم و دهم 8 تا است دیگه. 8 تا چی؟ 8 تا دی؟ نه دیگه، اون ریاضیه میگی 8 تا دی، تو فیزیک میگی 8 تا آتی دو. 8 تا آتی دو به جای این ایکس دهه، خب چیزی نمی نویسی چون میخوایش، به جای این ایکس دوه باید بگی ده متر، سوال گفته، به اضافه 8 تا آ چنده دو، تی چنده تی، 3 ثانیه، 3 ثانیه میشه 154 متر. الان بهت میگم. ببین الان مثلا یه کسی به من بگه که من چیزی از تصاعد متوجه نشدم، به نظر شما ضعف در فیزیک یا ضعف در ریاضی؟ ضعف در ریاضیه، چون ما فیزیکو داریم از صفر میگیم، اون چیزی که دانش آموز داره الان اذیت میکنه ریاضیه. ببین 1 3 5 7 9 برو جلو. الان اینو به من بگید قدر نسبتش چنده؟
دو دیگه، دو دو دو، یعنی این دو قدر نسبتش دوه، دو داره دوتا دوتا زیاد میشه، دو دو داره دوتا دوتا زیاد میشه. آقا این جمله اوله، این جمله دومه، اینا جمله، هر کدوم از این عددا رو بهش میگن یه جمله، جمله سومه، جمله چهارمه، این جمله پنجمه. من سوالم اینه الان از جمله اول میخوام به جمله پنجم برسم، از جمله اول به جمله پنجم میخوام برسم، چند تا قدر نسبت باید اضافه بکنم؟ چهار تا. از اولی به پنجمی یکی دو تا سه تا چهار تا، فهمیدن؟ نمیخواست شمردم برات، یکی دو تا سه تا چهار تا. پس از جمله اول به جمله پنجم میخوای برسی، چهار تا قدر نسبت باید اضافه بکنی. اگه جمله اول به جمله دهم میخوای برسی، نه تا قدر نسبت اضافه میکنی، به اندازه اختلافشون. الان اختلاف اولی با دهمی نه تاست، نه تا قدر نسبت اضافه. پس اگه الان از جمله اول میخوام برسم به جمله نوزدهم، چند تا قدر نسبت اضافه میکنم؟ اول به نوزده چند تا قدر نسبت اضافه میکنم؟ 18 تا. حالا تو فیزیک به جای این دیه میگی آتی دو. حالا برگردیم سراغ اون سواله. الان اگه توی سوال میامد میگفتش که نگاه کن، این الان سه ثانیه دومه، این سه ثانیه سومه، این سه ثانیه چهارم، سه ثانیه پنجم، سه ثانیه ششم، سه ثانیه هفتم، سه ثانیه هشتم، سه ثانیه نهم، سه ثانیه دهم. خب اگه من سه ثانیه دوم عددشو جا به جایشو بگیرم x2، اینو بگیرم x3، x4، x5، x6، x7، x8، x9، x10، مگه این عددا جا به جایی در سه ثانیه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، مگه این عددا تشکیل تساوی حسابی نمیدن؟ قدر نسبتش مگه دی نیست؟ حالا ما دی رو گفتیم آتی دو، تو بعد الان از اینجا تا اینجا یه دونه آتی دو اضافه میکردی؟ بعد یه دونه آتی دو اضافه میکردی، دوباره یه دونه آتی دو اضافه میکردی، آتی دو بعد اضافه میکردی، آتی دو، آتی دو، آتی دو، آتی دو. آقا از سه ثانیه دوم تا سه ثانیه دهم چند تا آتی دو اضافه کردیم؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. خب با این رسما دیوانگیه، مگه خدا به ما مغز نداده؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ خب من از سه ثانیه دوم تا سه ثانیه دهم بخوام شکل بکشم، هی دونه دونه آتی دو اضافه بکنم بعد بشمرم، خب این واقعا کله پوکیه. برای چی باید این کارو بکنم؟ من میام کارو عاقلانه میکنم، میگم آقا این خلوازی ها چیه، بیا این کارو کنیم. بگیم آقا سه ثانیه دوم مگه x2 نیست؟ بله. سه ثانیه دهم مگه x10 نیست؟ بله. خب از دو تا ده چند تا اختلاف وجود داره؟ هشتا. خب یه باره که هشتا آتی دو اضافه بکنیم دیگه، اون دیوونه بازی ها چی بود؟ به جای اینکه
هی دونه دونه آتی دو اضافه بکنم. گفتم آقا سه ثانیه دوم تا سه ثانیه دهم، جمله دوم تا جمله دهم 8 اختلاف داره، خب 8 آتی دو اضافه کن. شک کشیدن نمیخواست. اینو سوال به تو داده 10 متر، شتاب و سوال به تو داده 2، زمانات هم سه تا سه تا تقسیم بندی شدن، به توان 2 میرسه میشه 9، مساوی با x 10. این x 10 در میاد 154. هر کی فهمید عدد 1 رو بفرسته بیاد، هر کی نفهمید 2 رو بفرسته بیاد. اصلا نداریم، اصلا نداریم. یعنی یه کاری کردم دیگه، عمقی بفهمین دیگه، اصلا نتونین بگین نفهمیدیم. خب بریم بعدی. عالی عالی عالی. درسا ندیدم تو صفحه چت اس یک زدی یا 2. بیا بنویس ببینم 1 بود یا 2. بچه‌ها الان سوال بعدی میگه متحرکی از حال سکون با شتاب 4 در حال حرکته، بعد جابجایی در ثانیه 4 چند برابر ثانیه اوله. خب الان ثانیه 4 ثانیه اول، خواهیم بدیم ثانیه 4 چند برابر ثانیه اوله. ببینید اینجا یه تصاعد حسابی هست، تصاعد حسابی هست به نام 1 3 5 7 9. این تصاعد، این یه فرم آسونتری از تصاعده. خب خوب به حرفم گوش کنید، خیلی خوب گوش کنید. آقا من یه بار بیکار بودم، خب یه بار بیکار بودم، یه کاغذ خودکار دستم بود، همینجوری داشتم حساب میکردم، یه چیزی پیدا کردم، یهو کف کردم، گفتم آه چه باحال. بعد دیگه اینو اومدم به همه گفتم. ببین قصه اینطوریه، این وی صفرش صفره، خب یه متحرک وی صفرش صفره، فرض کن شتابش 2ه، فرض کن 2ها، دوست داری شتابش هم 4 باشه، اصلا بیا من به خاطر شما اصلا میگیرم 4، اصلا 6، هر عددی دوست داری بگی فرقی نمیکنه. خب یک ثانیه حرکت کنیم، اینجا که سرعت صفره، یه ثانیه بعد 4 تا به سرعتت اضافه میشه، سرعتت میشه چند؟ 4. یک ثانیه بعدش میشه چی؟ 8. یک ثانیه بعدش میشه چی؟ میشه 12. چرا دارم 4 تا 4 تا اضافه میکنم؟ چون سرعت به اندازه شتاب زیاد میشه دیگه. یعنی سرعت ما اینجا 0 بوده، یه ثانیه بعدش 4، 8، 12 الی آخر 16. آقا جان اگه تو هر کدوم از این ثانیه ها بخوای جا به جایی حساب بکنی باید چیکار کنی؟ یاد دادم بهت، میانگین اول و آخرش رو بگیر ضرب در زمان کن، میانگین 0 و 4 رو بگیر ضرب در 1، چون بازه زمانیش 1 ثانیه است دیگه. این الان میشه متر، میشه 2 متر. خب میانگین 4 و 8 رو بگی، 4 و 8 رو بگیر میشه 6، میانگین 8 و 12 رو بگیر، میانگین 8 و 12 رو بگیر، میشه 10. آقا اون نتیجه که من گرفتم رو گرفتی؟ نه فکر نمی کنم گرفته باشی. بیا حالا یه کاری کن، به من بگو این ثانیه اول، این ثانیه دوم. الان ثانیه دوم چند برابر ثانیه اوله؟ این الان چند برابر اینه؟ این چند برابر اینه؟ 3 برابر. باریکلا. خب این چند برابر اینه؟ این چند برابر اینه؟ این 5 برابر. آهان آهان آهان، داریم نتیجه رو میگیریم. میگم ببین اگه وی سف سف باشه، بذار اینو اون بر بنویسم تو جزوه، اگه وی صفر صفر باشه توی این پاره خطه،
سه چیزه بدیم میگم اگر وی صفر ما صفر باشه شرطش اینه اینجا تی ثانیه اول باشه اینجا تی ثانیه دوم باشه اینجا تی ثانیه سوم باشه اینجا تی ثانیه چهارم باشه خب در تی ثانیه اول اگر جا به جایی متحرک ما به اندازه x باشه تی ثانیه دوم 3 برابرشه میشه 3x بعدیش 5 برابرشه 5x دیگه حساب کردن نمیخواد بعدیش میشه 7x یعنی تصاعد ما میشه مضارب فرد شرطش چی بود بچه ها؟ وی سف سف باشه بازه های زمانی مساوی باشن وی سف سف باشه بازه های زمانی مساوی باشن بچه ها وی سف سف نباشه این جواب نمیده تصاعد 1 3 5 7 رو فقط زمانی استفاده میکنید که وی سف سف باشه اصلا سوالو میخونی وقتی گفته وی سف سف رو میگه آخ جون میگه خدا رو شکر آ چه باحال اینجوری ببین خوراک چیه اعداد زشت و چندش مثلا فرض کن توی یه سوالی اعداد حال به همزن بهت میده مثلا اینجوری وی سف سفره یه متحرکی در 3.9 ثانیه اول 4.5 متر میره بعد میپرسم در 3.9 ثانیه بعدی چند متر میره؟ بگو اگه تونستی بگی 3.9 بازه‌های زمانیش با هم مساویه وی صفر هم صفره پس میگیم آخ جون وی صفر صفره بازه‌های زمانی مساویه آفرین پس این باید بشه 3.4 3.4 میشه 13.5 به به آقای خیلی خوبه خیلی خوبه آخه شما نکشیدین زجرشو ببین یک من همیشه اینو میگم به بچه ها میگم یه دانش آموز اول باید بره با یه معلم فیزیک دیگه یه دور فیزیکو به روشی که همه میخونن بخونه اشکش در بیاد گریه بکنه زاری بکنه ببینه چقدر اونا اذیت کننده است بعد که بیاد سر کلاس من اون وقت میفهمه من الان چقدر دارم آسون بهش درس میدم متاسفانه این فرصت نیست یعنی دانش آموز وقتی میاد سر کلاس من میشینه حلای اصلی اینا رو ندیده چقدر افتضاحن نمیدونه خبر نداره فکر میکنه همینه حالا شماها مهر ماه مدرسه‌تون درست باز میشه دیگه میرین مدرسه مهر اون وقت الان جزوه‌ای که الان دارم به درس میدم و میذاره رو چشات میبینی که چقدر ما سوالای سخت‌تر رو با روش‌های آسان‌تر داریم حل میکنیم مهر متوجه میشین داستانو حالا فارغ التحصیلا هم خوب متوجه میشن چون فارغ التحصیلا زجر کشیدن یعنی من همیشه به دانش آموزای پشت کنکوری میگم دانش آموزای زجر کشیده نه یه دور فیزیکو خوندن اذیت شدن اونا میدونن چی میگم اونا قشنگ قدر میدونن حالا بریم سراغ این که آقا شرط استفاده از تصاعد 1 3 5 7 چیه از این تصاعد زمانی استفاده می کنیم که وی صفر مساوی صفر بوده و بازه های زمانی مساوی باشند خب حالا اینجا ببین سوال 12 میگه متحرکی از حال سکون بچه میگه حال سکون ما میگیم چی؟ ما میگیم آخ جون حال سکون آخ جون با شتاب 4 در حال حرکته
با شتاب 4 در حال حرکت، جابجایی در ثانیه چهارم چند برابر ثانیه اوله. ببین با روشی که قبلا بهتون یاد دادم، اول اول بهتون یاد دادم، بدون تصاعد میتونی جابجایی تو ثانیه چهارم حساب کنی، ثانیه اول هم حساب کنی، بعد با هم تقسیم بکنی. ولی راستش بچه‌ها چی؟ حسش نیست. چرا؟ چون ما تنبلیم، ما دنبال کمترین راه حلیم. من اصلا حال ندارم برم جابجایی تو ثانیه چهارم اول حساب بکنم، من اصلا حال ندارم. این وی صفرش صفره، اول دوم سوم چهارم، میگی ایکس و سه ایکس و پنج ایکس و هفت ایکس. حالا ثانیه چهارم به ثانیه اول، ثانیه چهارم به ثانیه اول میشه چی؟ هفت. تمام. اصلا من حساب کردم ثانیه چهارم چند متر رفته؟ به من چه؟ چی کار دارم ثانیه چهارم چند متر میره؟ من ثانیه ها رو نوشتم دیگه، یک، سه، پنج، هفت. این ثانیه چهارم، این ثانیه اول، تقسیم میکنیم چه؟ هفت. اگه میگفتم ثانیه چهارم به ثانیه سوم، میگفتی هفت پنجم. ثانیه سوم به ثانیه دوم، پنج سوم. همه رو به هم دیگه میتونی حساب بکنی. آقا جان قسمت ب چی میگه؟ میگه جابجایی در دو ثانیه سوم چند برابر دو ثانیه اوله. اینجا رو داشته باش، دو ثانیه سوم دو ثانیه سوم، نه دیگه اول اول رو می‌نویسن بچه‌ها، دقت کنید، اول اول بعدن سوم. دو ثانیه اول دو ثانیه دوم دو ثانیه سوم. خب الان بازه ها مساوی هستن، وی صفرمون هم صفر هست، پس میگی ایکس و سه ایکس و پنج ایکس. بعد پنج ایکس رو به ایکس تقسیم میکنی دیگه، پنج ایکس رو به ایکس تقسیم میکنی میشه پنج. همه درست گفتین، دمتون گرم، همه درست گفتن، باری کلا بهتون، باری کلا، همه عالی، همه درجه یک. خب یه موضوع مهم توضیح بدم. ببینید ما الان، بله برای نسبت ها استفاده میشه، بله ما الان به چیزی که میخواستیم رسیدیم. خیلی خوب الان به حرف من دقت بکنید، امروز جلسه صفر کلاس شماست، یعنی جلسه یک نیست، اصلا جزوه اصلی ما هنوز شروع نکرد. این جزوه من نیست که، همینجوری یه جزوه خلاصه آوردم برای اینکه امروز آشنا بشین. ما در آشنایی اولیه به جایی رسیدیم که 70% دانش آموزهای کلاس تست های کنکور رو در همین یک جلسه تو صفحه چت دارن درست جواب میدن. این اتفاق خدا وکیلی در کدوم کلاس اختصاصی میفته؟ اصلا نداریم. یه معلمی هنوز وارد جلسه یک نشده، همین اومد جلسه صفر سر کلاس سلام علیکم با بچه ها گپ بزنه، 4 تا دونه چیز درس داد. دانش آموز همین الان بالای 70% بچه ها تو صفحه چت جواب درست میدن. بعد تعداد سوالایی که حل میکنیم و دیدین چقدر زیاده، دیدین چقدر تست میزنیم. حالا تو فکر کنین جمع شه تو 90 جلسه تا آخر سال، اون وقت تا آخر سال چند تا سوال حل میکنیم، چه تعداد تست میشه، بعد تو کلاس چقدر میتونی سوال حل بکنی. اینو میدونی برای چی دارم میگم؟ اینو دارم میگم اگر دانش آموزی بین شما هست که ناامیده، همین امروز بس بود واسه اینکه امیدوار شه، بفهمه میتونه تو کنکور فیزیک رو عالی جواب بده. اگه دانش آموزی هست پایه درسیش ضعیفه، اصلا تو زندگیش تا حالا مسئله حل نکرده، اصلا تا حالا چک نویسی برای درس فیزیک سیاه نکرده و ناامیده و فکر میکنه که نمیتونه تو فیزیک کنکور نتیجه بگیره، داره اشتباه میکنه. امروز کافی بود برای اینکه هر کسی انگیزه بگیره. مبحث فیزیک 12 تا حالا نخوندیش، اولین بار اومدم سر کلاس دارم 12 به درس میدم، جزوه جلسه صفر
بیش از 70% بچه ها تو صفحه چت جوابشون درسته. اون 30% هم که جوابشون غلطه سوتی دادن، نه اینکه بلد نبودن، سوتی داده، رفته یه چیز دیگر اشتباهی حساب کرده. گرفتین؟ اما توضیحات دیگر، با توجه به اینکه توی مهر ماه، 20 مهر ماه، شما فصل حرکت شناسی رو توی آزمون‌های قلمچی و گزینه دو امتحان میدین، چیزهایی که امروز بهتون درس دادم در جزوه اصلیم، گفتم این جزوه اصلی نیست دیگه، تو جزوه اصلیم این مطالب با اعداد دیگه هستن، یعنی این تستایی که امروز حل کردیم با یه سری اعداد دیگه یکم سخت‌ترش هستش، یعنی از اینا یکم سوالاش سخت‌تره. برای همین نزدیکای آزمون قلمچیتون هم مجدد اینا با یه سری سوالات سطح بالاتر مجدد برای شما تدریس میشه که خیالمون راحت باشه تو قلمچی میتره کنی. من خیلی اعتقاد دارم که دانش آموز حتما قلمچی یا گزینه دو امتحان بده و سعی میکنم به این آزمونا برسم. چرا؟ معلم ها دو دستن، یه سریاشون آزمون گریزن، یعنی یه جوری درس میده به آزمونا نرسه. چرا؟ چون میدونه شاگرداش نمیزنن. ولی من میدونم شماها تو قلمچی بالا میزنید، چون میدونم درصداتون بالا میشه، خودمو میرسونم با آزمونای قلمچی، شما بری تو قلمچی درصد بالا به دست بیاری، کارنامه‌تو ببینی، کیف کنی، روحیه بگیری. برای همین خیلی به اون آزمونا اعتقاد دارم. جزوه جلسه صفر رو گفتم پایان کلاس که ساعت 6 هستش، الان نیست که، پایان کلاس ساعت 6ه. ساعت 6 توی همین پنل اسکای رومتون قرار میگیره. از همینجا میتونید دانلود کنید. هفته آینده هم هر کی ثبت نام نکرده است تا هفته آینده ثبت نامش رو در اندیشه تکمیل کنه. بعد از طریق سایت اندیشه دیگه میتونید وارد کلاس بشید، دیگه به عنوان مهمان هیچ کس نمیتونه بیاد، فقط ثبت نامی ها میتونن بیان وارد کلاس بشن. و توی سایت اندیشه جزوات من فایل پی دی افش قرار میگیره، میتونید از اونجا هم دانلود کنید. کتاب تستم که قرار شد فعلا نخرین، چون جزوات من تست داره. من در مهر ماه که چاپ های جدید اومد اون موقع بهتون کتاب تست معرفی میکنم، الان لازم نیست کتاب تست بخرین. کلاس های حضوری برای خانوما روزای شنبه ساعت 5:30 تا 8:30 شب و آقایون روزهای شنبه ساعت 2:30 تا 5:30 در اهواز. و دیگه سوالاتون چی بود بچه ها بپرسین؟ تایم کلاس تا آخر سال همینه، بهترین تایمه، بهترین تایمه. اونایی که مدرسه این بعد مدرسه میان سر کلاس نهارشون هم خوردن. خب آزمون میگیریم، تکلیف میدیم، تکلیفاتونو چک میکنیم. شما گروه رفع اشکالتون از هفته آینده زده میشه، از هفته بعدی گروه رفع اشکال دارین. بعد بهتون میگم مقررات گروه رفع اشکال هم چیه، اینا رو هفته دیگه براتون توضیح میدم. توی گروه رفع اشکال از شما تکلیف میخوان، بهشون تکلیف میدین، تکالیف چک میشه. کلاسای ادوانس چه موقع برگزار میشه؟ سوال بسیار خوبی بود، مرسی که اینو پرسیدی. ببینید بچه ها، پایان هر فصلی که درس بدم، مثلا زمانی که حرکت شناسی تموم میشه، زمانی که دینامیک تموم میشه، پایان هر فصل تقریبا هر یه ماه یه بار، یه ماه و نیم یه بار، یه ماه یه بار، یک جلسه ادوانس میذاریم. خب دانش آموزایی که خیلی قلدرن، خیلی فیزیکشون خوبه، خیلی حس شاخ بودن دارن، میان توی این جلسات ادوانس سوالای فوق‌العاده سطح بالا حل میکنیم. دانش آموز ضعیف‌تر هم اگه دوست داره وارد کلاس بشه میتونه بشه، یعنی ورودتون به کلاس آزاده، منتهی کلاس به درد همه نمیخوره. و که این کارو میکنیم وقتی فصل تموم میشه، مثلا من فصل حرکت رو تموم میکنم کامل، از صفر، از منفی، تقریبا از منفی تا صد فصل حرکت رو میگم، یعنی در حد کنکور همه رو میگم. وقتی کامل 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 تموم شد میگم بچه ها این روز
این ساعت جلسه ادوانس داریم، چی کار میکنیم؟ تستای خیلی خفن میخوایم حل بکنیم. کیا بیان؟ اونایی که فیزیکشون الان خیلی دیگه شاخ شده. بقیه هم میتونن بیان؟ بله بقیه هم میتونن بیان، منتها به درد همه نمیخوره، ولی در کلاس بازه، هر کی دوستاش میتونه بیاد. در واقع میخوایم کاری بکنیم تو اون کلاس ادوانس که اونایی که میخوان 90 100 بزنن خیالشون راحت باشه، بگی آقا دیگه من با این کلاسی که گذاشت 90 100 رو میزنم. اگه مدرسه‌تون تایم ظهر بود، ببین من که این تایم 3 تا 6 که کلاس دارم که هیچکی مدرسه نداره، اگه مدرسه‌تون بعد از ظهر، اون روزایی که بعد از ظهر میتونی آفلاین ببینی، فرداش آفلاین ببین. منتها هر کسی تایم کلاسش با مدرسهش تداخل کرد و خواست آفلاین ببینه، باید برای آفلاینش روز و ساعت مشخص کنه. نگی حالا هر موقع وقت کردم، چون حالا هر موقع وقت کردم هیچ وقت وقت نمی‌کنی. مثلا باید بگی آقا اگه فلان سه شنبه مدرسه کلاس دارم، جاش چهارشنبهش باید کلاس رو ببینم. جلسه بعدی که جلسه یک کلاسمونه، جلسه اصلی کلاسمونه، از فیزیک دهم شروع میکنم. بعد یکی میاد میگه آقا یعنی حرکت دوازدهم تموم شد؟ میگم نه بچه ها، یه تیکه ایشو دست دادم، آشنایی بود، میخواستم آشناشین با روشام. خب فصل حرکت شناسی یعنی فصل یک دوازدهم تدریسش یک ماه طول میکشه، یک ماه طول میکشه، خیلی فصل حجیمیه. من امروز یه تیکش رو درس دادم، شما با مدل تدریس من آشناشین. همین هفته دیگه فیزیک دهم شروع میکنم، روشی در فیزیک دهم میخوام هفته دیگه بهت یاد بدم که نه تو هیچ کتابی نوشته نه هیچ معلمی درس میده. اگه غیبت بکنی نصف عمرت برفناس، از الان دارم بهت میگم. هفته دیگه یکی از مهمترین جلسات کل ساله، و اگر هفته دیگه غیبت بکنی هفته بعدیش ادامه درس رو متوجه نمیشی. برای همین به هیچ وجه هفته آینده غیبت نکنید. یه روش مفهومی میخوام بگم از یه مبحثی از فیزیک دهم، جزوه اصلی هم بهت میدم هفته دیگه. اون مبحث رو همه باهاش مشکل دارن، میخوام مشکلت رو ریشه ای هفته دیگه حل کنم، به شرطی که غیبت نکن. غزل جان گفتم دوازدهم و دهم به موازات هم، ده و دوازده به موازات هم، طبق برنامه آزمون های قلمچی. من ده و دوازده رو طوری درس میدم که شما به آزمون های قلمچیتون برسین. حالا دیگه ریزش رو همون نپرسین، اینو کی میگی اونو کی میگی. من یه کلی بهت گفتم دیگه، گفتم شماها رو به ترتیب به تمام آزمون های قلمچی گزینه دو میرسونم. به اون تر مثلا یه دانش آموز میپرسه آقا خازن رو کی درس میدی، آقا مداره کی درس، آقا فلان رو کی درس میدی، من یه باید دونه دونه بگم، خیالت راحت، به ترتیب همه رو میگم طبق برنامه قلمچی. خب فعلا کلاستون یک روز در هفته سه شنبه هاست، زمانهای فوقلاده اعلام میشه. دست نویس جلساتم فکر کنم این دفعه سومه که میگم پایان کلاس از تو پنل اسکای رومتون بردارین. اوکیه؟ خب حالا اینجا رو ببین، خب اینجا رو ببین، میگه متحرکی از حال سکون در دو ثانیه دوم سیمت جا به جا میشه، در دو ثانیه چهارم چمت جا به جا میشه. کی میگه؟ ستیا باریکلا 70، باریکلا آرش، باریکلا آرش. خب ببین وی صفرش که صفره، سه ثانیه اول، دو ثانیه چهارم، اینطوریه دیگه. بعد دیگه این ایکسه، این سه ایکسه، این پنج ایکسه، این هفت ایکسه. خب چون
گفته بود از حال سکون، ما میگیم آخ جون. بازه های زمانیمون هم مساویه دیگه، دو ثانیه دوم، دو ثانیه چهارم، x سه x پنج x هفت x. آقا در دو ثانیه دوم که سه x، این سه x شده c، پس xش در میاد ده، ده رو میذاری اینجا، جا به جایی دو ثانیه چهارم خواسته، میشه هفت ضرب در ده میشه هفتاد. مگه داریم؟ چقدر آسون بود. حالا بعدن اینا رو تشریحاش هم واسه حل میکنم، چون برای نهایی باید شما رو آماده کنم دیگه، تشریحاش حل کنم متوجه میشید که اینا تشریحاش خیلی سخت‌تر بوده. خب اینو ببین، میگه اتومبیلی با سرعت 4 با سرعت V0 در حال حرکت، راننده اتومبیل با شتاب ثابت ترمز میگیره، از لحظه ترمزگیری تا توقف کامل 6 ثانیه طول میکشه. از ترمزگیری تا توقف کامل 6 ثانیه طول میکشه. توقف هم اینجایی که سرعت صفر میشه. جابجایی در دو ثانیه اول چند برابر دو ثانیه سومه. بچه ها این اتومبیله داشته میرفته، ترمز میگیره، میاد اینجا، متوقف میشه. متوقف میشه این سرعتش صفر میشه. سه تا دو ثانیه، دو ثانیه اول، دو ثانیه دوم، دو ثانیه سوم. بچه ها شرط استفاده از تصاعد 1 3 5 7 این بود که وی صفر صفر باشه. حالا من میخوام کار رو بسید راحت کنم، میگم لازم نیست حتما وی صفر صفر باشه، اگه آخرش هم سرعت صفر بشه باز با تصاعد میتونی حل بکنی. ببین اینجا ترمز گرفته، این آخر متوقف شده، اون آخر آخر متوقف شده. بچه ها اولش سرعت صفر نیست ولی آخرش که هست، اولش صفر نیست ولی آخرش که هست. پس ما چیکار کنیم؟ از آخر به اول بررسی کنیم، از آخر به اول بررسی بکنیم. اینجا سرعت صفر نیست، اگه بگی x و 3x و 5x غلطه، چون این صفر نیست، باید حتما ابتدای اون کاری که داری انجام میدی صفر باشه، این نیستش. پس نمیتونی الان x و 3x و 5x رو بگی، اما اگه یه کلکی بزنی موضوع رو بیای سر و ته بررسی کنی، از آخر به اول بررسی کنی، اون موقع میتونی بگی خب حالا این x، چون این v صفرش صفر میشه دیگه، x بعد 3x بعد 5x. خب خیلی خوب شد، کلک قشنگی بود. حالا گفته دو ثانیه اول چند برابر دو ثانیه سومه، میشه 5x به x 5. باحال بود نه؟ بری جذاب حل میشه این. این حل تشریحش سخته، این جزء تست های سخت محسوب میشه، منتها شما نفهمیدین که این تست سختیه، چون ما با روش ساده حل کردیم، ولی واقعیت اینه که این جزء تست های سخت محسوب میشه، چون حل تشریحیش سخته، با چند بعد با یه فرمول هم به جواب نمیرسه. اینا رو اونایی که فرمولی حل میکنن بعد چند تا فرمول بنویسن تا به جواب برسن. خب میگه متحرکی بر مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت میکنه، در مدت 3 ثانیه 27 متر جابجا میشه. جابجایی در ثانیه دوم، کسی حل کرد؟ جابجایی در ثانیه دوم، بله باری کلا، باری کلا، نیلا اولین نفر جواب داد. خب وی صفرش که صفره، سه ثانیه، یه ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه، ایکس و سه ایکس و پنج ایکس. خب بچه ها اینا رو جمع کنیم، جمع اینا شده 27، یعنی x به اضافه 3x به اضافه 5x میشه 9x. این 9x رو سوال گفته 27، پس این x در میاد 3. اگه x بشه 3، این 3x میشه چی؟ 3 3 تا 9 تا میشه گزینه 1. عالی 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 عالی. و آخرین سوالی که امروز حل میکنم، و آخرین سوالی که امروز حل میکنم،
متحرکی بر مسیر مستقیم از حال سکون با شتاب ثابت شروع به حرکت میکنه اگه در ثانیه پنجم حرکتش 18 متر جابجا شده باشه. در ثانیه پنجم حرکتش 18 متر جابجا شده باشه شتابش چقدره؟ ببین اینو میتونی با تساعد 1 3 5 7 حل نکنی. چرا؟ میتونی عمل نکنی. میتونی بگیری همون اولیه که به دست دادم، مثلا بگیری آ دو آ سه آ چهار آ پنج آ، اینجوری بری بعد میانگینش رو ضرب در زمان بکنی، یعنی با اون روش اولیه میشه به جواب رسید، با تصاعد هم میشه به جواب رسید. خب یعنی همش میشه دیگه، بستگی به میل خودت داره. مثلا اگه بخوای با تصاعد حل بکنی اینطوری میشه، نگاه کن x و 3x و 5x و 7x و 1 2 3 4 5 9x. خب بچه این 9x ما شده چند متر؟ 18 دیگه، خودش گفته 18 شده 18. پس x میشه چند؟ این میشه 2. اگه x بشه 2 پس این 2ه، این چنده؟ 6ه. آقا اینا همه یه ثانیه‌ای بودن دیگه، یه ثانیه. خب این 2 بوده شده 6، چند تا زیاد شد؟ 4 تا. پس آتی 2مون 4ه، تیمون هم 1ه. ببین یکی یکی تقسیم بندی شده، پس به جای تی هم 1 میذاری، آ میشه 4. ببین من با تساعد اینجوری حل کردم، x و 3x و 5x و 7x و 9x. 9x رو داده بود 18، مساوی با 18 قرار دادم، x شد 2، پس این 2ه. این چی؟ 2 3 تا 6 تاست. حالا از 2 تا 6 چند تا زیاد شده؟ 4 تا. آتی 2 مون 4ه، تیمون هم که 1ه، پس آ 4ه. خب بچه ها اونایی که محاسباتشون در فیزیک خیلی ضعیفه، تو دیواره، فقط از زمانی که من تکلیف بدم 4 هفته پشت سرم تکلیف انجام بدن محاسباتشون قوی میشه. پس هر کسی ضرب و تقسیم و محاسبه کردن و ساده کردنش تعطیله، ناراحت نباشه، کافیه 4 هفته پشت سرم تکلیف انجام بده. اونهایی که اول سال ذهنشون کنده، اشکال نداره، چرا خودتو ناراحت میکنی؟ بعضیا کندن، مثلا من دارم یه چیزی رو توضیح میدم، 3 بارم که توضیح بدم درست متوجه نمیشه، هیچ اشکالی نداره. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که کم تا حالا درس خوندی و این کندیه برطرف میشه. کسی مادرزاد تند نبوده، همه یه مدت تمرین کردن تند شدن. پس اگر یکم نسبت به بقیه احساس میکنی کندتری، اصلا ناراحت نباش، به اندازه موهای سرم دانش آموز کند دیدم که یه ماه درست شده. چی کار میکنی؟ با حوصله، بدون قصه، بدون ناراحتی، آفلاین کلاس رو یکی دوبار ببین، این کار رو جلسات اول سال انجام بده، به مرور تقویت میشی، به مرور تند میشی. باید یه ذره رو ذهنت کار کنی، هیچ اشکالی نداره، اصلا خودتو ناراحت نکن. هر موقع من سر کلاس درس دادم احساس کردی که توضیحات من تندتر از یادگیری توه، به جای ناراحت شدن توضیحات منو گوش کن، بعد اون قسمتایی رو که درست متوجه نشدی علامت بزن، آفلاینشو داری، برو یه بار دیگه بعدن دو روز دیگه آفلاینشو ببین جا میفته، گوره رفع اشکالم که بعدن هست پس سوال پرسیدن. هفته بعد هیچ کس غیبت نکنه، درس اصلیمون از هفته دیگه شروع میشه. خیلی با کلاستون حال کردم، خیلی بی‌نظیر و درجه 1 بودین، انشالله هفته بعدم همینطوری باشین. وقتتون بخیر، خداحافظ. جزوه الان رو پنل اسکای روم قرار میگیره، از کلاس خارج نشین، از تو پنلتون دانلود کنین.